شما در طول این سالهایی که در مشغول هیئت‌داری بودید و در رفت آمد بودید با افراد هیئتی مختلف، شما افرادی رو شاید مشاهده کرده باشین که با تعهد یا نظرهایی که داشتن در پیشبرد اهداف هیئت مؤثر بودن. اگه نمونه هست ما در خدمت شما هستیم به عنوان آخرین سوال. اولین نمونه که الگوی زندگی من شد میتونم پدرم را بگم. مرحوم پدر من اون زمانی که شغلشون را انداخته بودن نیت کرده بودن که امام حسین را شریک در درآمدشون کرده بودن و 10% از سود حاصله سالیانی به اصطلاح کارشون را مخصوص امام حسین کنار میگذاشتن و خیلی موارد از کارهایی که ایشون انجام میداد، چون ایشون دستشون باز بود توی کار کردن و عموما خود ایشون قائل به این بود که حتی قرض هم میگرفت و خب حالا حسینیه که من الان دارم خدمت میکنم از مجموعه هایی که خود ایشون افتتاح کردن، صندوق قرض الحسنه، کتاب خونه، امور خیریه و از این موارد بیشترش این بوده که خودشون از همون 10% اموال امام حسین خرج میکردن و باقیش هم قرض میکردن. من بعضی وقتها میشد که مثلا یک کاری را انجام میدادن، یک فعالیت، یه هزینه میکردن، میپرسم خب حالا چرا این فعالیت، چرا این پول را برای این کار دادید؟ مثلا یه وقتهایی بود که وضعیت مالی خوبی نداشتن، مخصوصا دوتم چرا شما کنار وضعیت خوبی ندارید چرا این پول را الان دادید؟ ایشون میگفتن من این پول را از پول خود امام حسین دادم، از حق 10% امام حسین من پرداخت کردم. یعنی در صورتی بوده که امام حسین رو شریک مال خودشون قرار داد. بله 100%. الان بازاری ها، تاجر ها، کسبه، ولی اونهایی که درآمدهای پایینی دارن میتونن برای بیمه کردن زندگیشون، برای بیمه کردن خانوادشون، برای بیمه کردن اموالشون امام حسین، حالا یکی نزدیکتره به آقا ابوالفضل، یکی نزدیکه به خانم حضرت رقیه سلام الله، به هر کدوم از اهل بیت که نزدیک هستن، یا نه آقا جون اصلا میخواد قرآن را شریک زندگیش بکنه، بگو آقا من 1%، 2%، 10%، 15%، هر درصدی که خودش میخواد، حالا این به یک روشیه، به روش های دیگه هم میشه، مثلا بگو آقا من قرآن را شریک زندگی خودم میکنم، شریک اموالم میکنم، اهل بیت را شریک اموال خودم میکنم و این را کنار بگذاره، این درآمد اهل بیت میشه، خاص خود اهل بیت میشه، هم اثر معنوی برای زندگی اون شخص داره و هم یک کمکیه میشه گفت بلاعوض برای هیئت ها، برای خدمات اهل بیت و حالا اجتماعی. شما هم می توانید جهت مشارکت در تأمین هزینه های شبکه و شرکت در قرعه کشی عبارت دخیل یا ابوالفضل را به سامانه پیامکی 1313-133 و یا از طریق واتساپ به شماره 0990-164-7686 ارسال نمایید.